چرا هوادارای میدرزبرو عاشق کره شمالی هن؟ داستان از اینجا شروع میشه که توی سال 1966 کره شمالی برای اولین بار توی تاریخ خودش به جام جهانی راه پیدا میکنه و اونا باید هر سه بازی اول خودشون توی مرحله گروهی و توی ورزشگاه اصلی شهر میدرزبرو یعنی ارسام پارک برگزار میکردن در حالی که اکثر بازیکنان کره شمالی اصلا حرفه حرفه‌ای نبودن با این حال اونا تونستن با شکست تیمی مثل ایتالیا به عنوان تیم دوم از گروه خودشون صعود کنن و همونجا بود که هواداری میدزبو عاشق این تیم شدن و هر موقعی که توی سطح شب بازیکنان کره شمالی رو میدیدن باهاشون به گرمی برخورد میکردن اما داستان اینجا تموم نمیشه و در حالی که کره شمالی بعد توی مرحله یک هشتم نهایی با پرتغال توی شهر لیورپول بازی میکرد 3000 نفر از شهر میدرزبو سفر میکنن به شهر لیورپول تا از کره شمالی حمایت کنن توی سال 2002 هم مدیرای باشگاه میدرزبو بازیکنان کره شمالی رو دعوت میکنن به استادیوم خودشون تا توی جشنشون حضور داشته باشن همچنین تیم بانوان باشگاه میدرزبو هم چندی با به کره شمالی سفر کردن تا اونجا با تیم های محلیشون فوتبال بازی کنن و در آخر هم توی سال شهردار وقت میدز بود دستور داد تا پرچم کره شمالی بر فراز ساختمان شهرداری قرار بگیره دیگه این یکی واقعا زیاد روی بود پس حالا فهمیدید که